میشه و دیگری سرگین، هر دو نی خوردن از یک آب خر، این یکی خالی و آن دیگر شکر یا آن پر شکر. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. از این نوع امور مشابه هزاران هزار وجود داره، در میانشون 70 سال راهه. اگر امروز بود مولوی مثلا میگفتش که 70 سال نوری راهه فیلم مثلا. این خورد گردد پلیدی زو جدا، اون خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، اون خورد زاید همه عشق احد. این دیگه از اون حرفای مهمه. ببینید در یه جای دیگری مولانا میگوید که زاغ زاغ و نعره کاب سیاه، دائما باشد به گیتی عمرها. یه مشهور است که میگن زاغ عمر بلندی میکنه، میگن 100 سال 120 سال عمر، از مشهورات باطله، همچی چیزی نیست، ولی خب در گذشتگان این قول رایج بود. مولوی هم بر همون مبنا میگه این قارقاری که زاغ میکنه، کلاغ میکنه، قارقاری است که میگوید که من عمرم بلنده، و یا تمنای عمر بلندتر از خداوند میکنه. دائما باشد به گیتی عمر خواه. بعد مولوی میگه این عمر بلند برای چی میخواد؟ این زاغ سرگین خار، مشهوره که زاغ نجاسات میخوره، این زاغ سرگین خار عمر بلند رو میخواد تا بازم سرگین خاری بکنه دیگه، درسته یا نه؟ میگه این به خدا میگه عمر بیشم ده که تا گه میخورم، مهلم افزون کن که با پستر روم. میگه این آخه این عمر بلند چه فایده داره؟ این رو میگه، میگه گرنه گوه خار است اون گنده دهان، رویدی که از زاغی هم تو وارهان. میگه اگه میخواست یک خواهش درست و منطقی بکنه، میگه خدایا مرا از کلاغ بودن نجات بده، نه اینکه کلاغ باشم و 100 سال و 1000 سال عمر کنم. خب 1000 سال هم عمر کنی باز همینه، همین نجاست خاریه، چیز دیگه نیست. خب خیلی نکته مهمیست، یعنی برو طبعتو عوض کن، وقتی یه روز عمرت 100 سال عمره، و الا 100 سال هم عمر کنیم با اون طبیعتی که داری جز نجاست خالی چیز دیگه. یک آدم بخیل و حسود، این خورد زاید همه بخل و حسد، اون خورد زاید همه عشق احد. یک آدم بخیل و حسود و کلا یک آدمی که واجد رذائل است، ناپاک است، پلید است، این هرچی میخوره اون پلیدی افزون میشه، یعنی اون بخل ادامه پیدا میکنه، اون حسد ادامه پیدا میکنه. اگرم از خدا بخواد بگه خدایا به من عمر بلندتر بده، در واقع میگه خدایا این رذالت رو طولانی تر کن. ببینید یه دعایی هست توی مکارم الاخلاق در صحیفه سجادی از امام سجاد، خیلی دعای مهمی است، دقیقا در مقابل همین سخنی است که مولانا میگوید. ایشون در اون دعا میگویند که امرنی ما کان عمری بزلتا فی طاعتک، و اذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیه قبل ان یسبق مقتک الیه او یستحکم غضبک علیه. میگه خدایا تا وقتی که عمر من مصروف طاعت تو میشه به من عمر، از اونجایی که عمر من تبدیل شد به مرتع شیطان، چراگاه شیطان، یعنی من شدم چراگاه شیطان، شیطان اومد در وجود من بچرد و کشت و زرد، از اونجا دیگه جون منو بگیر. یعنی عمر طولانی به هر قیمتی خوب نیست، عمری که طولانی شدن حسنات باشه، پاکی ها باشه خوبه. آدم ناپاک اتفاقا بهترم هست که ناپاکی زودتر ختم بشه، از میان بره، ولی آدمی باید خودشو بشناسه. غذا خوردن وقتی خوبه که این غذا مدد به حسنات و به پاکی ها برسونه. یه موجود رذل خودش که بیخوره رذالت رو داره تقویت میکنه. مولوی داره همینجا میگه، میگه ببینید غذا همون غذاست، غذا همون غذاست. این خورد زاید همه بخل و حسد، این میخوره تبدیل به بخل و حسد میشه، برای که این کارخونه اینه اصلا، این ماده رو میگیره و تبدیل میکنه. بید اون خورد زاید همه عشق احد، یا آدم عاشق، یا آدم پاک، یا آدم عارف، خوراکش هم میشه چی؟ میشه عرفان، یعنی اونی که میخوره اون بعد رو در وجود او تقویت میکنه و پایدار نگاه میده. این هم حرفی که در قرآن هم هست که نونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت
للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن رحمت است برای مؤمنین، خسارت است برای ظالمین. یعنی همون یه قضاست، دو کس میخورن و دو بهره میبرند. توجه کردید؟ فوق العاده این مهمه. فرض کنید یه چلو کباب، شما که سالمید بخورید خب قوت میگیرید، یه بیمار یا آدم حسبهی بخوره میمیره، رودش وقتی تحمل نمی کنه. فکر نکنید غذای واحد نتیجه واحد میده، نه، در دو طب، در دو مزاج دو نتیجه کاملا مختلف میده. و آدمی باید ببینه که داره چی کار میکنه، آب پای کدوم درخت میده. این درخت وجود خودش ها، صبح تا شب من و شما هممون میریم میکوشیم درآمدی آبی برای اینکه پای این درخت بدیم. خب این کدوم درخت ما داریم زنده نگه میداریم؟ خب به فکر خود این درخت هم باید باشیم. اینقدر پاش بریم ما هزینه میدیم و سرمایه‌مون رو سوخت میکنیم. فوق العاده مهمه. این خورد زاید همه بخل و حسد، اون خورد